به نام خداوند و عرض سلام به خبرهای ساعت 8 شب آریانا نیوز و آریانا با من احمد زبیر حبیب زاده خوش آمدید. در نخست سرخط خبرها، تأکید ناتو بر نقش ساختاری کشورهای همسایه بر روند صلح. ما از تمام کشورهای همسایه می خواهیم که از روند صلح بر رهبری و ملکیت افغانها نقش ساختاری بازی کنند. آغاز بررسی پرونده های جرایم جنگی در دیوان بین المللی کیفری. دیوان بین المللی کیفری در حال بررسی پرونده کارمندان ایالات متحده در ارتباط با جنگ افغانستان است. و افزایش تنش میان ایران و امریکا. مشروع خبرها، کشورهای منطقه باید در صلح افغانستان نقش ساختاری بازی کنند. در دومین روز نشست وزیران خارجه عضو ناتو، دبیر کل این سازمان با بیان این مطلب میگوید که ثبات در افغانستان به نفع همه کشورها است و همچنان تاکید می‌ورزد که ناتو از صلحی که بر رهبری و مالکیت مردم افغانستان باشد حمایت میکند. روحید اندیشمند گزارش میدهد. در دومین روز نشست ناتو در بروکسل، ینس استلتنبرگ دبیر کل ناتو یک بار دیگر تاکید کرد که طالبان از راه جنگ نمیتوانند پیروز شوند و باید برای مذاکرات به میز گفتگوهای صلح حاضر شوند. ما برای حمایت از افغانستان به تعهد ما باقی خواهیم ماند. طبیعی است که این هم به نفع افغان هاست و هم به نفع ما، به خاطر که یک افغانستان باثبات همه ما را با امن نگه می‌دارد. دبیر کل ناتو همچنان از کشورهای همسایه افغانستان می‌خواهد که در حمایت از روند صلحی که به مالکیت و رهبری افغان ها باشد نقش ساختاری بازی کنند. ما از تمام کشورهای همسایه می خواهیم که از روند صلح بر رهبری و ملکیت افغانها نقش ساختاری بازی کنند. از سوی دیگر، فرمانده کل ماموریت حمایت قاطع در پاسخ به پرسش خبرنگار آریانا نیوز مبنی بر این که چه تغییری از زمان آغاز کار نماینده ویژه آمریکا در میدان عمل به میان آمده است می گوید آمریکا با طالبان مذاکره نداره. پروسه صلح به مالکیت افغان هاست و به پیش برده میشه. بحث های سیاسی و نظامی هم هماهنگ شده است. با گذشت هر روز ظاهرا گام های سنگین تری برای رسیدن صلح برداشته می شود. دیده شود این گام ها چه زمان افغانستان را به صلح خواهد رساند. مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا میگوید دیوان بین المللی کیفری بررسی در مورد پرونده جرایم جنگی در افغانستان را آغاز کرده است. این دیپلمات ارشد آمریکایی تاکید می‌ورزد که تلاش‌ها جریان دارد تا ائتلاف بین المللی در کنار همکاران افغانشان به اساس قوانین جهانی اجراات کنند. همزمان دبیر کل ناتو میگوید تا آموزش نیروهای افغان آنها را قادر خواهد ساخت تا مسئولیت‌هایشان را به خوبی برآورده سازند. دیوان بین المللی کیفری برای بررسی جنایت جنگی در افغانستان بارها از تلفات غیر نظامیان در جنگ ها ابراز نگرانی کرده است. این دیوان در گزارش اخیرش همچنان مهر انتقاد را بر نیروهای ناتو به ویژه آمریکایی ها گذاشته است که باید از بروز تلفات غیر نظامیان در ماموریتشان جلوگیری کنند. با این حال وزیر خارجه آمریکا در حاشیه نشست ناتو میگوید حفاظت از جان غیر نظامیان اولویت برنامه های آنهاست. دفتر دادستان دیوان بین المللی کیفری در حال بررسی پرونده کارمندان ایالات متحده در ارتباط با جنگ افغانستان است. ما تمام اقدامات لازم را جهت محافظت از مردم ما و متحدان ناتو که در کنار ما در داخل افغانستان مبارزه می کنند برای جلوگیری از اجراءات غیرقانونی روی دست خواهیم گرفت. چون ما می فهمیم وقتی این می تواند برای مردم ما اتفاق بیفتد، برای مردم شما نیز می تواند اتفاق بیفتد. این یک پرسش ارزشمند است. آیا دادگاه همچنان به اهداف اولیه خود ادامه خواهد داد؟ در کنار این، آموزش نیروهای نظامی نیز میتواند تلفات غیر نظامیان را در میدانهای نبرد کاهش دهد و دبیر کل ناتو بر آموزش نیروهای افغانستان تاکید میورزد. شریک سازی مسئولیت ها گام دیگری است که چگونه میتوانیم تلاش هایمان برای مبارزه با هراس افغانی را ادامه داده و از ماموریت آموزشی ناتو در افغانستان حمایت کنیم. اینها همه مسائل هستند که ما در مورد آن بحث خواهیم کرد.
پیش از این آمریکا اعلام کرده بود که اگر دیوان بین المللی کیفری به تحقیق درباره اتهامات جنایت جنگی علیه نیروهای این کشور در افغانستان ادامه دهد، این دیوان را تحریم خواهد کرد. آمریکا عضویت این دیوان را ندارد و افغانستان در سال 2003 میلادی عضویت این دیوان را کسب کرد. حکومت پاکستان به زلمه خلیلزاد تعهد سپرده که در روند صلح افغانستان همکاری صادقانه خواهند کرد. زلمه خلیلزاد نماینده آمریکا برای صلح افغانستان با وزیر خارجه و شمار از مقام‌های پاکستانی دیدار کرده است و هیئت 4 نفری طالبان نیز در اسلام آباد حضور دارند. در این حال ریاست اجرایی انتظار دارد تا پاکستان در آوردن ثبات در افغانستان گام‌های عملی و صادقانه بردارد. سومین سفر زلمه خلیلزاد نماینده آمریکا برای صلح افغانستان به منطقه. آقای خلیلزاد بار دیگر با وزیر خارجه پاکستان و برخی مقام‌های ارشد این کشور در اسلام آباد دیدار کرده است. رسانه‌ها گزارش می‌دهند که حکومت پاکستان تعهد سپرده است که در روند صلح افغانستان همکاری خواهد کرد. همزمان با سفر زلمه خلیلزاد، هیئت 4 نفری طالبان نیز از قطر به اسلام آباد سفر کرده است تا با مقام‌های پاکستانی و رهبر طالبان رایزنی کنند. اما اینجا در کابل در مورد همکاری‌های پاکستان با دید شک نگاه می‌شود. امیدوار هستیم که بالاخره تلاش‌هایی که امروز در سطح جهان صورت گرفته، تحرکاتی که امروز ما در سطح منطقه شاهد هستیم در پیوند به تقویت اجماع منطقه‌ای بر علیه گروه‌های تروریستی و داعش افغان، پاکستان هم این بار با مصداقتش نسبت به جهان در امر مبارزه با گروه‌های تروریستی و دهشت افکن نشان بده. هیئت 12 نفری حکومت وحدت ملی نیز مشغول رایزنی است تا چگونه با گروه طالبان گرد میز مذاکره بنشینند. اما طالبان هر نوع مذاکره با حکومت افغانستان را رد کردند. شورای صلح افغانستان انتظار دارد تا روند صلح در هماهنگی با دولت افغانستان پیش برده شود. هر همکار خارجی و هر نهاد خارجی و هر کشور خارجی که در رابطه با مذاکرات افغانستان گفتگویی با یکدیگر میکنن یا با طالبان میکنن، هم در هماهنگی با دولت افغانستان باشه با مراتب مؤثرتر است، و اگر در هماهنگی نباشه بی‌معنا است. برخی از آگاهان میگویند آمریکا باید از پاکستان ضمانت‌های الزامی بگیرد، چون این کشور در چند سال گذشته به تعهداتش عمل نکرده است. اگر از یک دریچه قوی، سیاست قوی، خود ما افغان‌ها کار کنیم، جمع خلیزات امکانات چست. در غیر از او اعتبار خود باخته و صادق نیست. قرار از زلمه خلیلزاد نماینده آمریکا برای صلح افغانستان به کابل نیز سفر داشته باشد و جزئیات بیشتر گفتگوهایش را با جریان‌های داخل و بیرون از دولت افغانستان شریک سازد. بیجا شدگان داخلی در بدترین وضعیت زندگی قرار دارند و حکومت در رسیدگی به چالش‌های آنها ناتوان است. رئیس مجلس نمایندگان با ابراز این مطلب می‌گوید که اگر به وضعیت این بیجا شدگان که حتی سرپناه و غذا ندارند رسیدگی جدی نشود، فاجعه انسانی به دنبال خواهد داشت. در این حال وزیر دولت در امور رسیدگی به رویدادهای طبیعی می‌گوید که از هر گزینه برای کمک به این بیجا شدگان کار گرفته خواهد شد. رفیع صدیقی جزئیات می‌دهد. مجلس نمایندگان وزیر دولت در امور رسیدگی به رویدادهای طبیعی را به علت چالش‌هایی که بیجا شدگان داخلی با آن مواجهند برای پاسخگویی فرا خواند. شماری از نمایندگان مجلس می‌گویند که بیشتر این بیجا شدگان با نبود مواد خوراکی، سوخت و حتی سرپناه مواجهند. در سرمای زمستان بیجا هستند، جای ندارند، مواد سوختی اونا ندارند، مواد خوراکه اونا ندارند، در حالت بسیار سخت اونا به سر میبرند. در همین حال رئیس مجلس نمایندگان وضعیت بیجا شدگان داخلی را سخت نگران کننده میداند. متاسفانه افغانستان و مردم افغانستان درگیری یک جنگی خطرناکی در برابر تروریسم بین المللی قرار داره و هر روز از ما و شما قربانی میگیره. به اثر تداوم همچو جنگ ها در داخل افغانستان، تعدادی از هموطنان عزیز ما و شما که از سطح ولایات افغانستان و ولسوالی های مربوط به افغانستان بیجا میشن و بدترین حالتی از معیشت دارن.
با این حال وزیر دولت در امور رسیدگی به رویدادهای طبیعی میگوید که هرچند ده ها میلیون افغانی به ولایت ها برای رسیدگی به وضعیت بی‌جا شدگان انتقال داده شده است، اما این کمک ها بسنده نیست و نیاز است تا نهادهای کمک کننده در این راستا گام بردارند. با توجه به فرارسیدن فصل زمستان احتمال وقوع بعضی حوادث متصور است، از جمله رابنده ها تدابیر گرفته شده مشترکاً با وزارت فواید عامه، پول نقد در بعضی جاهایی که خطر بندش را وجود دارد پول نقد به اختیار مسئولین محلی قرار داده شده، مواد غذایی و مواد غیر غذایی. بر بنیاد آمارها در حال حاضر 2,200,000 تن در کشور به کمک های اولیه غذایی نیاز دارند و از این میان بیش از 300,000 تن بی‌جا شدگانی هستند که در شرایط دشوار به زندگیشان ادامه می دهند. اکنون چند خبر از جهان. تنش میان ایران و آمریکا افزایش یافته است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران هشدار داده که تنگه هرمز را بسته خواهد کرد. تلویزیون دولتی ایران گفته که هر زمانی که آمریکا مانع صادرات نفت ایران شود، از خلیج فارس نیز به هیچ کشور نفت صادر نخواهد شد. گزارش ها به نقل از مقام های ایرانی نشر شده که سال گذشته صادرات نفت ایران 2.5 میلیون بشکه در سال بود، اما در سال روان به 1 میلیون بشکه کاهش یافته است. حکومت اندونزیا نیروهای امنیتی را به ولایت پوپا فرستاد. پس از آن که جدایی طلبان ده ها نفر از کارگران ساختمانی را در ولایت پوپا در شرق اندونزیا کشتند، حکومت این کشور نیروهای امنیتی را به این ولایت نارام فرستاد. یک مقام ریاست جمهوری اندونزیا این کشتار را یک عمل حرس افغانانه خوانده است. جدایی طلبان از سال 1960 برای استقلال این ولایت که اکثر باشندگان آن مسیحی اند مبارزه می کنند. یک مقام نظامی این کشور گفته که نیروهای امنیتی غیر نظامیان را در پوپا در برابر گروه جدایی طلب حفاظت می کند. شمار دقیق کشته شدگان در این ولایت تا هنوز دقیق نشده است. دوباره خوش آمدید. مسئولان در وزارت صنعت و تجارت می گویند تلاش دارند تا بازرگانی کشور با چین افزایش یابد. هیئتی که از چین به کابل آمده می گوید تلاش دارند تا با استفاده از فرصتهای کنونی در افغانستان بیشتر سرمایه گذاری کنند. وزارت صنعت و تجارت تلاش دارد تا برای بهبود روابط بازرگانی با چین توافقنامه و تفاهمنامه های تازه امضا کند. در برخی بخش ها بازرگانی کشور با چین هم اکنون جریان دارد، اما مسئولان وزارت تجارت میگویند تلاش دارند تا این روابط را افزایش دهند. رشد سرمایه‌گذاری به افغانستان و به خصوص در قسمت انکشاف صادرات و سرمایه‌گذاری در بخش صنعت افغانستان و انکشاف سکتور خصوصی و از طریق همین تمام فعالیت‌های سکتور خصوصی مسائل ساختن زمینه کار برای مردم ما و زندگی مرفه است. وزیر تنظیم مارکت چین که در رأس یک هیئت به افغانستان آمده میگوید سرمایه‌گذاران کشورش علاقه‌مند سرمایه‌گذاری در افغانستان هستند. در افغانستان فرصت‌های خوبی برای سرمایه‌گذاری موجود است و ما می‌خواهیم با سرمایه‌گذاران افغانستان مشترک سرمایه‌گذاری کنیم تا با کار مشترک نتیجه خوبی را به دست بیاوریم. بر اساس معلومات وزارت صنعت و تجارت، سالانه داد و ستد میان افغانستان و چین به 1.1 میلیارد دلار می‌رسد. هر دو کشور تلاش دارند تا میزان داد و ستد را افزایش دهند. اکنون نرخ ارزها. یک دلار آمریکایی 75 افغانی و 75 پول، یک یورو 85 افغانی و 60 پول، یک درهم امارات 20 افغانی و 55 پول، 1000 تومان ایران 6 افغانی و 70 پول، 1000 روپیه پاکستانی 546 افغانی و 1000 روپیه هندی 1060 افغانی. اکنون وضعیت هوا. کابل نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین 0. هرات آفتابی، بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 3. مزار شریف نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین 4. جلال آباد نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 5. قندهار آفتابی، بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 5.
5 و سرانجام غزنی بلندترین درجه حرارت 10 پایین‌ترین منفی 3 پیش بینی شده است. سپاسگزارم از همراهیتان با خبرهای این ساعت. شبتان خوش. الله نگهدار.